سلام عرض میکنم خدمت و دوستان عزیز. میخوام بریم سراغ یه نمودار و یه گراف دیگه داخل پاور بی آی و میخوام راجع به تیری مپ صحبت بکنیم. تیری مپ یه همچین شکل و شمایلی داره و احتمالا خیلی جا دیده باشینش نمونش رو. دقیقا بچه شبیه پای چارت میمونه. از چه جد میگم شبیه پای چارت؟ تو این هم مثل پای چارت شما قرار سهم رو نشون بدید، یعنی یک دیتایی دارید که به صورت سلسله مراتبیه و میخواید مثلا مشخص کنید که سهم کتگوری مختلف چقدره. نسبت به پای چارت خوبیش اینه که شما میتونید تنوع بیشتری رو نمایش بدید، یعنی این تیری مپ از فضایی که داره استفاده خیلی بهتری میکنه نسبت به در پای چارت و در حد المانهای بیشتری رو شما میتونید روی یک نمودار داشته باشید. توی پای چارت مثلا تعداد کاتگوریاتون که زیاد میشه یک کوچولو اذیت میکنه، یعنی اون اسلایساش خیلی ریز میشه، ولی اینجا نه، اینجا خوبه، یعنی میشه یه تعداد زیادی رو در حقیقت توی یه نمودار داشت. خب بذار توی یه مثال من در حقیقت تفاوت بین پای چارت و این رو بهتون بگم. فرض کنید شما یک ساختار درختی دارید بچه‌ها. خب یعنی یه مثلا این یه شاخه میشه، خود شاخه مثلا یه سری اینجوری داره، میخواید اینو نشون بدید که مثلا هر کدوم از این شاخه ها این شاخه کوچیکه مثلا چند درصد هم. اگه بخواید اینو مثلا با پای چارت نشون بدید همچی شکل و شمایل میشه پای چارتش. دایره تصور کنید، این هم یه دایره دیگه. مثلا میگید که این شاخه ها رو میگید از اینجاست تا اینجا مثلا، بعد این شاخه ها رو مثلا میگید اینه، این شاخه ها رو مثلا میگید این. خب من یه اسم برشون بذارم، مثلا 1 2 3 4، این میشه 1 2 1 2 3 4. حالا میخواد سهم هر کدوم از این شاخه کوچولو رو نشون بدید. تو پارچه باید چیکار کنید؟ باید بیاد مثلا این تو بگید که این 1 باشه، مثلا این باشه، مثلا تو 2 4 تا شاخه داریم، مثلا میگید این مثلا این، توی 3 5 تا شاخه دارید، توی 4 هم 4 تا اسلایس میشه. خب این میشه کلیت داستان تو پای چارت، ولی خیلی قشنگ نیست. وقتی شما یادتون باشه این کار چجوری انجام میدیم تو پایچه های چیزش به نام دیتیل. خب الان نشونتون میدم و فقط میخوام قبلش دیدی داشته باشید. اما تیری مپ چیکار میکنه؟ تیری مپ میاد یه فضا رو اینجوری میگیره، خب میگه که مثلا یکم سهمش اینقدره، مثلا 2 سهمش اینقدره، 3 سهمش اینقدره، مثلا بقیش مال 4 مثلا فرض کنید. خب پس این 1، این 2، این 3، این 4. میاد خود اینو به مربع مستطیل مربع دقیقاً مستطیل کوچیک‌تر تقسیم میکنه، مثلا میگه این یه شاخه باشه، این یه شاخه باشه، این یه شاخه باشه. خیلی دیده بهتری شما دارید تا پای چارت. خب بریم یه مثال با هم دیگه ببینیم که جا بیفته براتون مطلب. خب من یه دیتا ست جدید استفاده میکنم این جلسه که باز از تو گیت هاب میتونید دیتاست رو بردارید، اینجا گذاشتم براتون این آشش. خب این تا لود میشه من یه لحظه اوکشت. خب بریم یه مثال با هم ببینیم. تیری مپ رو انتخاب میکنید. تیری مپ 3 تا گزینه داره. اینکه ولیومون چی باشه، ولیو بزرگی مستطیل و مبنای اونه. من اینجا مثلا میگم بزرگی واسه چی باشه، فروش باشه، اینو میذارم اینجا. میگه
چند تا مربع مستطیل برات درست بکنم، این میشه کتگوری. مثلا من اینجا میگم بر اساس پردا کتگوری باشه. خب ببین الان سه تا کتگوری دارم، تقسیمش کرد به سه تا مستطیل با ابعاد مختلف که میزان فروشونشون میدم. مثلا از همه بیشتر طبیعتا بایک دوچرخ هست. حالا اگه بخواید داخل مثلا دوچرخه بدونید که مثلا چه دوچرخه‌هایی چه میزان فروش داشتن، اون وقت باید دیتیل اضافه کنید که میام ساب کتگوری رو به دیتیل اضافه میکنم. خب اینو اینجا کنم. مثلا توی بحث دوچرخه بیشترین فروش مال چیه؟ دوچرخه کوهستانه، چون مستطیل از هم بزرگتره. بعد دوچرخه یه ذره سخته بین این دوتا بگیم کدوم حجمش بیشتر، احتمالا دوچرخه مثلا جاده باشه بیشتر. و در آخر هم دوچرخه های تورینگه. تو اکسسوری هم مثلا بیشتر بین تایر و هلمت این دوتا رقابت، که به نظر میاد تایر بیشتره. آره یا که تول تیپی هم که نشون میده مشخص. پس یه دید کلی بهتون اینجوری میده که در حقیقت میتونید با یه نگاه یه اطلاعات خیلی کلی خوبی رو داشته باشید. خب بریم یه دستی به سر گوش این بکشیم. فقط قبلش من این نقطه ضعف تیر مپ کجاست؟ اونجاست که شما میخواید سایز رو کوچیک کنید. خب چه اتفاق میفته؟ این لیبل هایی که روشه رو میبینید یه واقعی لیبل چیز میشه، یا کنید مثلا بقیهش رو دیگه نشون نمیده، میاد چند تا حروف اولش رو نشون میده و اون نقطه ضعف اساسیه. در حقیقت میشه گفت تیری مپه که فقط بس این نمایش لیبل یا اون دیتای روشه، دیتا لیبلشه. خب بریم یه دستی به سرگوشش بکشیم. اولین قسمتی هم که میخوام برم دیتا لیبلش رو میخوام یه سایزش تغییر بدم. خب آنش که بکنی نیا کنی دیتا لیبل بغلش میخوره، بازش کنیم چیا داره. خب فونتش رو میتونید کوچیک بزرگ کنید هرجور که مایلید، بولدش کنید، ایتالیکش بکنید. بعد رنگش رو میتونید تغییر بدید اگه دوست داشتید، سفید خوبه. یونیتش رو مثلا میذارم رو 1000. بعد دسمال پلیس هم اوتو بذارید باشه، نکته دیگه ای نداره، همین خوبه. اما نکنه مثلا اینجا نشون نمیده، اینا رو نشون نمیده. میبینید این نقطه ضعف در حقیقت تیری مپه. من اگه فونت رو کوچیک‌تر کنید که نشون بده تا یه حدی. خب بریم، من میخوام یه کار دیگه هم بکنم. الان نیا کنیم مثلا این زده 929,000. خب من دوستانم بدونم این 929,000 چند درصد از فروشه، یعنی درصد به من نشون بده، عدد خیلی شاید دید به من نده. توی سمت پنل سمت راست توی کنار این ولیو زده سا، یه فلش کوچولو به سمت پایین هست، اینو میزنید و یه گزینه داره شو ولیو از پرسنت آف گرن توتال، اینو میزنید. توی پای چار بچه ها این کار خودکار انجام میشه، اصلا نیازی نیست این کار بکنید، ولی خب توی تیلی مپ چون این کار انجام نمیده بعد دستی بهش بگید. خب الان مثلا میگه که واحدش رو هم بذاری تغییر بدم، بذارم رو حالت نام یه اوتو بهتره، دسیمالش هم بکنم 0. یه مدام فونتش رو بزرگتر کنم. ها یه سری رو دیگه نشون نمیداری، اشکال نداره. مثلا 13% فروش کل مال لاستیکه، 24% مال چیه؟ مال دوچرخه کوهستانه. مثلا کل فروش 24%، 3% مثلا مال شورت، مثلا 2% مال وست، مثلا و شورت یا تو شورت نیست. منظورش این شورتک هاییه که دوچرخه سوار رو میپوشن، یه شورت نیست، یه چیز خاصیه برای دوچرخه سواری. دستکش و کلا مثلا هر کدوم 1% هم و چیزهای دیگه. خب بس میتونید اینجا اینجور درصد نمایش بدید، خیلی بهتر از عدده، چون دیده قشنگ تری بهتون میده. یکی دیگه از اون تنظیمات های جذاب تیری مپ بحث رنگشه. خیلی
حال میده. خب قسمت رنگش مثلا اینجا نگاه کنید، بس یه کاتگوری میگه سه تا رنگ دارید میتونید عوض بکنید مثلا رنگاشو. خب مثلا دوستم اینو مثلا یه رنگ نزدیک به اینا بذارم، مثلا اینو بذارم بذار رنگش نزدیک باشه. بعد یه گزینه قبلا رو داشت، بذار ببینم میتونم پیداش کنم. توی ویژوال کالر الان گزینش عجیبه که نیست، خب ولی بذار من دیتیل رو بردارم، نمیدونم رپ داره یا نه. آها دیتیل داشته باشید گزینه ادوانس کنترل رو تو رنگ نمیبینید. خب و این چه کمکی بهتون میکنه؟ میتونید مثلا یه ترکیب رنگ رو جالب تر داشته باشید، حالت گریدینت داشته باشید. خب رو حالت گریدینت میذارم، میگم برسه فروش هم باشه، مجموع فروش باشه. خب میگم کمترین میزان فروش رنگش اینجوری باشه. خب یه میدل کالر هم حتی میتونم اضافه کنم، بیشترینش مثلا یه چیز پر رنگ میذارم مثلا این. خب میگم از این یه طیف رنگی بده بگید یا کنید، اونی که خیلی پر رنگ تره یعنی مقدارش بیشتره. یعنی شما تو این گراف الان هم با رنگ هم با سایز میتونید بفهمید که فروش اوضاع چجوریه برای مثلا کاتگوری مختلف. خب بذار منو بکنم ساب کاتگوری که این ترکیب رنگ رو قشنگتر ببینید یا صاف کنید. خب حالا بیام اینجا تو رنگ، چون تو کاتگوری زیاده دیگه الان که بعضیش کم رنگ. اینجا میتونید یه میدل کالر اضافه کنید، مثلا یه رنگ وسط اضافه کنم بنفش. الان این ورش اینه، این ورش هم اونه، مثلا این هم میشه. اون بنفش خوب بود. این از همه بیشتر بنفشا، اون وسطیان، این کم رنگ، اون آخریان. خب یه همچین کاری هم میتونید انجام میدید. ولی اینجا تعداد کاتگوریم حساب کاتگوریم زیاده در حقیقت داره اینجوری این مدلی میشه. ولی خب شما میتونید همچین قابلیت رو هم داشته باشید. خب خیلی خلاصه بخوایم مزیت های تیلی مپ رو بگم بهتون، اینه که شما برعکس پای چارت میتونید اینجا در حقیقت کاتگوری بیشتری رو نمایش بدید توی تیلی مپ نسبت به پای چارت، هم میتونید تا 10 15 تا کاتگوری نشون بدید. علاوه بر کاتگوری شما میتونید مثلا دو لایه دیتا نشون بدید، مثلا یه کاتگوری و ساب کاتگوری با هم نشون بدید تو پای چارت، این یه ذره سخت میشه. بعد به خاطر ساختار مربع مستطیلی که داره تیلی مپ توی داشبوردها خیلی راحت میشه جاش کرد، ولی مثلا پای چارت اینجوری نیست، یه ذره سخته. اما معایب تیلی مپ اصلی تر معایبش به نظرم همین لیبلشه، که وقتی سایزش و فونتش رو بزرگ میکنیم تو خیلی از مستطیلا این دیگه کامل نشونش نمیده، مثلا از سراترش میزنن. بعد ایراد دومش اینه که درصد، یعنی درصد رو مثل پیشفرض نداره، دستی که پای چارت اینو داره. و بعد حتما شما به دستی خودتون یه کاری انجام میدید. دیگه میرفتیم روی ولیوش یه گزینه گرند آف توتالشون رو فعال کردیم. بعد ای بی بعدش اینه که مثلا من بخوام بدونم تو خود اکسسوری مثلا هر کدوم از این اکسسوری ها چند درصد اکسسوری ها نشون نمیده، درصد کل رو میتونید ببینید، نه درصد نسبت به مثلا ساب توتال رو نمیتونید ببینید، مگر اینکه بدون شما فرمول نویسی که خب یه بحث دیگه است. اینا از معایب تیری مپه، ولی خب واقعا مزیت خوبی هم داره به اون میده. خیلی خب دوستان، تیری مپ هم کفایت میکنم اندازه که صحبت کردیم. بریم بیایم جلسه بعدی میخوام بریم سراغ تایملاین چارت. فعلا خدافظ.